دوستای عزیز سلام، یک بار دیگه به یوتیوب چنل تیک تیوب خوش آمدین. امیدوار هستم که همتون جور و صحت مند باشین. امروز قرار است یک ویدیو آموزشی دیگه برای شما داشته باشیم. امیدوار هستم که ویدیو آموزشی برای شما مفید تمام شود و اگر بیننده های جدید هستین در چنل ما، مطمئن شوین که جو پلیز سابسکرایب کنید. قسمت ویدیو داره حتما روی تیک تیوب سابسکرایب کلیک بکنید تا ویدیو های بعدی چنل تیک تیوب را فراموش نکنید و شما اولین کسایی باشین که ویدیو براتون از طریق نوتیفیکیشن میآید و ویدیو را از همون قسمت به شیوه راحت میتونید که ببینید. میرین در گوگل سرچ میکنین آموزش عکاسی، از بجای آموزش عکاسی انواع کمره ها براتون باز میشن. نام یک آهنگ فراموشتون شده، دو سه کلمه وسطش نمیفهمین، چی باید در گوگل سرچ بکنین تا عین از همون موضوع رو دریافت بکنین؟ آیا موضوع براتون مشکل نمیشه؟ سلام علیکم دوستان عزیز، یک بار دیگه به یوتیوب چینل تک تیوب خوش آمدین. امروز قرار است که امی تکنیک ها و طرفن های سرچینگ گوگل براتون معلومات بدیم، چی باید سرچ بکنین، چگونه سرچ بکنین، از چی تکنیک ها استفاده بکنین تا موضوع مطلوب را که میخواین درست پیداش بکنین. خب قدم اول میرین مرورگر و یا هم براوزر موبایل هایتون رو باز میکنین. مشکل نیست، سفری میباشه، گوگل کروم میباشه و یا هم از اینترنت، از هر چیزی که استفاده میکنین هیچ مشکل نداره. فرض مثال میخواین در مورد آیفون 11 معلومات بگیرین، میایین در قسمت سرچ گوگل تان نوشته میکنین آیفون 11. هنگامی که سرچ بکنین گوگل براتون سرچ های را از کمپانی های مختلف، لینک های مختلف، سایت های مختلف براتون سرچ باز میکنه. مثلا میبینین کمپانی اولش کمپانی زوم آی تی اس براتون اتریک سرچ آورده، مثلا کمپانی های پوینتر شکی ببینیم. یعنی اگر شما هر موضوعی را که سرچ بکنین تنها بخش اپل و آیفون نباشه، هر چیزی که سرچ بکنین از کمپانی های مختلف براتون بالا میارن. مثلا این قسمت ببینین سایت خود اپل برام باز کرده، یا هم اگر پوینتر برم سایت های مختلف و ویدیو های مختلف را برام آورده. ولی من نمیدونم بالای همه اینا اعتماد بکنم، چرا که معلومات یا دیتایی که این سایت ها دارن از همشون برام قابل قبول نیست. یعنی همه اینا معلوماتی که میتن برام قابل پذیرش نیست. فقط به طور مثال من یک سایت دارم به نام ویکی‌پدیا، اونمو سایت معلوماتش خوشم میآیم و من بالای از نمو اعتبار دارم، میخوایم که از نمود معلومات خود دریافت بکنیم. یعنی ویکی‌پدیا، سایت ویکی‌پدیا در مورد آیفون 11 چی معلومات را برای گوگل دادن، ما میخوایم که اونمو را دریافت بکنیم. تنها سایت ویکی‌پدیا نه، جی اس ام آرنا میخواین، ویکی‌پدیا میباشه، اپارات میباشه، سایت های مختلفی است. فقط اگر بخواین که در کل اگر از یک سایت مشخص معلومات مشخص را استخراج بکنین از طریق گوگل، در قدم اول فقط می نام از سایت را نوشته میکنین. به فرض من از ویکی‌پدیا معلومات میگیرم، نوشته میکنم wikipedia.com، فقط یک بار دکمه اسپیس را فشار میدین، میایین هر چیزی که خواسته باشین دربارش معلومات بگیرین نوشته میکنین. خب در مورد چی معلومات میگرفتین؟ در مورد آیفون 11. بیاین آیفون 11 نوشته بکنین، برین سرچ بکنین، آله معلومات را که برام خود گوگل باز میکنه همه از این معلومات مربوط به سایت ویکی‌پدیا میشه. ببینیم سرچ اولش از سایت یا از لینک ویکی‌پدیا است. دومیش هم اگر برم بازم از ویکی‌پدیا است به زبان انگلیسی. سومی، چهارمی، پنجمی تا آخر هر چقدر سرچی که از گوگل برام فعلا باز میشه همشون مربوط به ویکی‌پدیا. نام کدام فیلم، نام برنامه، نام کدام موسیقی، کدام آهنگ یا هر چیز دیگه فراموشتون میشه باشه، یک قسمتش در حافظه دارین، یک قسمت دیگهش فراموشتون شده، چی باید در گوگل سرچ بکنین تا که بهینه‌ترین سرچ رو درست‌ترین سرچ رو بر شما دریافت بکنه. فقط میرین روی بخش سرچ گوگلتون کلیک میکنین و طور مثال من نام فیلم یک افغانی رو میخوایم در قسمت سرچ بکنم، نامش فراموشم شده، فقط میم چی نوشتم میکنم، نوشتم میکنم که فیلم افغانیه، یک فیلم افغانی داره مردها را قول است نامش است، اینم یک قسمتش فراموشم شده، اونم قسمت آخرش فراموشم شده، چی باید نوشته بکنم؟ نوشته میکنم فیلم افغانیه مردها را، اینم قسمت آخرش که قول است، اینم از پیش ما فراموشم شده، چی باید بکنیم؟ یا هر قسمت دیگه ممکن اولش فراموش مردها فراموشم میشد، یا همونطور نام کدام آهنگ یا نام کدام اپلیکیشن یا هر چیزی که فراموشتون میشه، فقط میایین اونم قسمتی که فراموشتون شده از بجایش یک علامه ستاره را اضافه میکنین. چی اضافه میکنین؟ علامه ستاره. هنگامی که اضافه کردین و برین سرچ بکنین، گوگل خودش اینمی قابلیت را داره، اینمی هوشمندی را داره که اونم متن را که شما مس کردین یا فراموش کردین اونم رو میتونه که براتون پیدا بکنه. با استفاده از چی؟ با استفاده از فقط اینمی علامه ستاره. ببینین اتریک سرچ را که من در گوگل نوشته کردم، اولین سرچش اونم سرچ دقیق بود که من واقعتا در گوگل کار داشتم و همین فیلم افغانی را که میخواستم فقط با اضافه کردن اونم علامه ستاره دانستم که اینمی لینک اصلی و لینک درست فیلم دریافت بکنم. اونم تو از آهنگ ها و از برنامه ها و از همه چیز میتونین دریافت بکنین. خب به فرض مثال میدین روی گوگلتون شما سرچ میکنین، به طور مثال سرچ میکنین آموزش
آموزش فتوشاپ. اگر اتر یک متن شما نشته بکنین در گوگل سرچ بکنین، چون تولید محتوا روزانه زیاد است، زیاد از کمپانی ها، زیاد از نهاد ها موضوعات زیاد را جور میکنن و در گوگل اپلود میکنن، به او خاطر برای شما گوگل تعداد زیاده از ویدیوها و متن ها و زیاد از چیزها را برای شما سجست میکنه، تعدادشون بسیار زیاد میباشه. اگر شما انال دریافت کردن موضوع مهمتون هم در این قسمت بسیار مشکل است، مخصوصا بعضی هاشون معلومات درست میباشه، بعضی هاشون آموزش های آنلاین است، بعضی هاشون ادورتایز است، تعدادشون بسیار زیاد میباشه و دریافت کردن موضوع اساسی از این قسمت بسیار کمک برتون مشکل میشه. شاید تجربه شما از قبل داشته باشین. اگر خواسته باشین که کار برتون نسبتا آسان تر شوه، فقط در قسمت اول و آخر متنتون از علامه کوتیشن یک دونه در سمت راستش و یک دونه هم در آخر متنتون یا سمت چپش اضافه میکنین، استرچ میکنین، عمو تعداد سجشن گوگل براتون کمتر میشه. به فرض اگر بیشتر 100 نمونه براتون آورده باشه، این بار 20 نمونه میره و نسبتا آسانتر میتونین که اون موضوع را پیدا بکنین. میبینین نسبت به پیشتر کرده عمو سرچ گوگل بر ما فعلا تعدادش کمتر شده. و یا هم اگر از این کوتیشن هم استفاده نکنین، میتونین که از این قوس ها هم در قسمت اولش و هم در قسمت آخرش اضافه بکنین. یک دونه سمت راستش اضافه میکنم و یک دونه دیگر هم در این قسمت میایم و سمت چپش اضافه میکنیم. اگر این کار شما انجام بدین و بازم سرچ بکنین، عینن مثل پیشتر وارد کار کردش است، نسبتا سرچ گوگل براتون سجشناش کمتر میشه و زودتر میتونین که موضوعی را که میخواین در موردش معلومات بگیرین را پیدا بکنین. اگر یک نوعیت مشخصی از فایل های را میخواین در گوگل دریافت بکنین، به فرض مثال میخواین فایل پی دی اف، فایل جی پی جی یا هم پی اس دی یا هم بیت مپ یا هم نوعیت های مختلف فایل ها را دریافت بکنین در قسمت گوگل، خیلی آسان است. فقط میرین روی قسمت سرچ گوگل و طور مثال من یک کتاب را میخواهم که پی دی افش را دریافت بکنم. به طور مثال داشته میکنم در این قسمت دیوان حافظ، من میخواهم که پی دی اف از این کتاب را دریافت بکنم، نه کدام موضوع دیگه شه. فقط میرین در این قسمت آخر نوعیت از فایل تو نوشته میکنین. اگر پی دی اف است یا پی اس دی است یا هر چیزی که است، اونو متن نوشته میکنین، همه سرچ های را که گوگل برای شما انجام میده همش مربوط به پی دی اف میشه. میبینین در این قسمت بر من لینک پی دی اف را در این قسمت باز کرده، این قسمت پایینیش هم شون مربوط به پی دی اف میشه. یعنی تا آخر هر چقدر که من پایین رفته برم، مکمل همش لگ های پی دی اف که مربوط به این کتاب میشه بر من دریافت میکنه. اونم طور شما اگر خواسته باشین پی اس دی را و یا هم فرمت فتوشاپ خواسته باشین یا هم فرمت پاورپوینت خواسته باشین، ورد خواسته باشین، هر چیزی که خواسته باشین، فقط نوعیت فایلش را قسمت آخر سرچ تو نوشته میکنین. به صورت بسیار آسان و با ضایع کردن بسیار وقت کم میتونین اما موضوع دلخواهتون را درست با تکنیک های یاد شده امروز شما میتونین نسبتا کارتون را با گوگل ساده تر بسازین. یا هم اگر یک جنبندی کلی بکنیم، اگر شما مثلا نام کدام آهنگ یا فیلم فراموشتان میشه، از او علامه های ستاره میتونین استفاده بکنین. سرچ کمتر اگر میخواین برتون سجد شوه، از علامه کیومه یا هم علامه کوتیشن استفاده کرده میتونین. اگر نوعیت فایل مشخص میخواین، پی دی اف، پی اس دی، هر چیزی که باشه، در قسمت آخر نوعیتش نوشته میکنین. و یا هم تکنیک های دیگه‌ای که در این ویدیو یاد کردیم استفاده کردیم، نسبتا با این همه تکنیک های یاد شده کارتون را با گوگل میتونین که ساده تر انجام بدین. خب این از پایان ویدیو امروزی ما. اگر بیننده های جدید هستین، حتما یوتیوب کانال ما را سابسکرایب بکنین، دکمه لایک را هم فشار بدین تا نوی ویدیو را که ما امروز ساختیم به دوستای بیشتر شیر شوه و بتونیم که کانال تیک تیوب برند نسبتا پیشرفت بده. قبلی ما یه را کلیک بکنین، به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک بکنین. و اگر خواستین هر روز ویدیوهای از کانال تیک تیوب را ببینین، حتما سابسکرایب بکنین.